ایران ما، کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بی‌بدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظاره‌گر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های اینچنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می‌کنم تا در مجموعه‌ای مستند به نام پارسین زیبایی‌های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. چند ماه پس از سفر تحقیقاتی میدانی به استانهایی در شمال غرب ایران، دوباره برای ساخت قسمتهایی از مجموعه مستند پارسین به سمت مشکین شهر در استان اردبیل به راه افتادیم. با طی مسیر و نزدیک شدن به مقصد، شور و اشتیاق من برای دیدار عشایر ساکن در اون نواحی بیشتر و بیشتر می شد. هرچند می دونستم در سالهای اخیر و با گذشت زمان زندگی این عشایر دستخوش دگرگونی های فراوانی شد که شکل زندگی شاه سبن ها با شیوه زندگی اونها در دهه های گذشته خیلی متفاوته. برای دیدار این عشایر می بایست بیش از 700 کیلومتر رو طی کنیم تا به مناطق مورد نظر برسیم. مناطقی که با تمام دگرگونی ها و تغییراتش هنوز هم برای ما زیبا و پرجاذبه بود. تجربه کردن این شیوه از زندگی در میان مردمانی که قرن هاست در تولید محصولات لبنی، گوشت قرمز و صنایع دستی بسیار زیبا و کاربردی نقش پررنگ و تأثیرگذاری در کشور داشتن و دارن برای من بسیار جالب و جذاب بود. عشایر افرادی کوچ کننده اند که هر سال در ماه‌های مختلف فصل بهار و تابستان به سمت مناطق کوهپایه‌ای و مراتع سرسبز کوچ می‌کنند.
پایان فصل گرما موعد بازگشت عشایر به مناطق قشلاقیه و با توجه به شدت گرما و چگونگی کیفیت مراتع زمان بازگشت عشایر میتونه در هر سال کمی زودتر و یا تا اندازه دیرتر باشه. ایل‌های بزرگ و کوچک فراوانی در ایران وجود دارند که کوچ در برنامه هر ساله اونها دیده میشه، هرچند که افراد زیادی از همین ایل و طایفه ها هستند که یک جانشین شدن و سال هاست از اصالت آبا و اجدادی خودشون فاصله گرفتن و دیگه به مانند پیشینیانشون به اون شکل زندگی نمی کنن. جهت آشنایی با راه و رسم زندگی مردمان این سرزمین که در کنار و گوشه های دور و نزدیک این دیار سرگرم زندگی روزانه خودشون هستن، باید به دیدن این افراد رفت و تا حد ممکن با اونا همراه شد و زندگی در اون شرایط رو تجربه کرد. جنوب مشکین شهر قشلاق ایل شاهسون که در بسیار از ماه‌های سال در اینجا قرار دارن، اونها با دام‌هاشون رو اینجا نگهداری می‌کنن و صحنه تقریبا کشتارگاه مانندی که ما اینجا می‌بینیم درخت‌هایی است که از پایین قطع شدن و بعدها اینها رو از ریشه کندن و همین تنه بریده درخت و ریشه هاست که الان در مناطق مرتفع به عنوان هیزم مورد استفاده قرار میگیره. بارها و بارها در کوچه ها ما شاهد بودیم که از همین تنه ها استفاده میکنن برای نون پختن و غذا پختن و دیگه اون گون هایی که بسیار با ارزش هستن رو قطع نمیکنن و از اونها به عنوان یک منبع انرژی استفاده نمیشه. شبیه یک کشتارگاهه، مثل یک سلاخونه است که گوسفندها و دامها رو سر میبرن و لاشه های بی جانشون رو آویزان میکنن. یکی از روستاهای خاص قشلاقی در استان اردبیل روستای تنگه، روستایی که طبیعت زیبای اون با رودخانه قرسو و کوههایی با اشکال خاص انسان رو به سمت خودش جذب میکنه و افراد زیادی در اواخر بهار و در طی فصل تابستان برای گردش و تفریح به اینجا میان. اینجا منطقه بسیار زیبای تنگه و در پشت سر من روستای قشلاقی تنگ قرار داره، روستایی که از طایفه ساربانلو هستن و تقریبا 50% از بافت بومی این روستا حفظ شده. به خاطر حاصل خیز بودن مناطق وسیعی از دشت مغان، سالهای ساله که این ناحیه به عنوان قطب با ارزش در تولید محصولات کشاورزی مطرحه و در سطح بالایی نیازهای متنوع مردم رو برآورده میکنه. اهالی روستای تنگ به هر دو کار دامداری و کشاورزی مشغولند و باغ‌های سرسبز فراوانی در اطراف دیده میشه که پس از کوش عشایر عده معدودی در این روستا باقی میمونن و وظیفه اصلی این افراد آبیاری، نگهداری و مراقبت از این باغ هاست.
به این مکانی که من در کنارش قرار گرفتم میگن وانا. وانا جاییه که بزغاله ها و بره ها رو درش نگهداری میکنن و به زبان ترکی بهش میگن وانا. معلوم معماریش از سنگ و گله و سقفش هم پوشش سقفش پوشش زیرین سقفش از این نیهایی که از رودخانه قرسو چیده میشه. قرسو معنای آب سیاهه، ولی یکی از محققین بسیار خوب مشکین شهر به ما گفت منظور قرسوه، یعنی رودخانه بزرگ، جایی که این رود به ارس میرسه. و الان تقریبا روستا خالی از سکنه است، جز چند نفری که موندن برای باغداری. در این اطراف پر باغهای میوه‌های مختلفه و کسایی که چوپان هستن و کسایی که دام دارن به سمت بالا رفتن، از ایل سروانلو هستن. ایل سروانلو کسایی هستن که بیشتر به کار شتورداری و پرورش اسب و حتی آهنگری و چلنگری مشغول بودن. الان از 14 خانواری که در این روستا سکونت دارن میشه گفت فقط حدوداً 10 نفر موندن و هیچ دامی در روستا وجود نداره، چون الان فصل یازلاقه، یعنی فصل کوچ بهار است، تا چند روز آینده که میرن به سمت ییلاق‌های مرتفع. به این بنایی که اینقدر زیبا ساخته شده میگن پلمه به ترکی و از چوب درخت بید که بهش میگن سیوت استفاده شده، چون کاملا منعطفه و مشخصه این تاقی هایی که اینجا هست و پوشش هایی که در دیوارهاش استفاده شده به خاطر انعطافش میتونن حتی اینقدر غوز هم بهش بدن. اینجا محل بریدن علف برای دام هاست، جایی که علف ها رو هم میتونستن اینجا به صورت انباری ازش استفاده کنن و نگهداری کنن. بر روی سقف اینجا بالای پوشش چوب هایی که قرار دادن، البته چوب نی نیست، در بعضی جا نی هایی هم میبینیم که به عنوان پوشش سقف ازش استفاده شده، روش رو با اندود گل پوشوندن تا در فصل هایی که بارندگی هست، در روزهایی که بارندگی هست، این علوفه داخل این پلمه خیس نشه و بتونن به درستی ازش محافظت کنن. جای عجیبیه، معماری ساده ولی به نظر در نوع خودش پیچیده است. این کاملا قوس ها اینجا مشخصه، تمام چوب های اینها رو به صورت قوسی داخل این سقف محکم کردن و روش و گل گرفتن. اینجا کناره های رودخانه قرسو یا به قولی قاراسوه. در اطراف این رودخانه پر نیزاره، نیهایی که برای پوشش سخت پشت بام ها ازش افراد بومی استفاده میکنن. و یک نکته غم‌انگیزی که در بالادست این رودخانه سدی رو ساختن که آب این رودخانه خیلی کم شده و خشکسالی در سالهای اخیر فشار زیادی رو به مردم بومی این اطراف وارد کرده. کسایی که باغهای خودشون رو از دست دادن و ریشه های خشکیده درخت هایی که قطع شدن گواهی بر این مدعا. سهر تزلای چشم سر نای باشنا بیلیر سمی نه چه زلا دولانر
بلاغوتی اسم یک گیاه خودرو و سبزی خوراکیه که در کنار رودخانه قرسو به صورت زیاد دیده میشه. به زبان مازندرانی هم بهش میگن ایتره، یعنی آبتره. به زبان ترکی به گیاهی که در کنار چشمه ها رشد میکنه گیاه چشمه، معنی این کلمه میشه گیاه چشمه. به گیاهی که در کنار رودخانه ها و کنار چشمه ها رشد میکنه میگن بلاغوتی. تقریبا نزده شاهی داره و تنده، در یک نوع نون ترکی هم ازش استفاده میکنن، اینو خوردش میکنن داخل خمیر نون و اونو میپزنش، بهش میگن خطاب. خیلی تنده ولی خوشمزه است. به طور معمول شاهسون‌ها تا اواخر اردیبهشت ماه در قشلاق میمونن. البته بستگی به گرمای هوا داره و اگه هوا بیش از حد معمول گرم بشه اونها هم زودتر راهی ییلاق ها میشن. ایل شاهسون از طایفه های بزرگی تشکیل شده که بیش از 40 طایفه رو میشه برشمرد و هر طایفه هم به ترتیب به تیره و اوبا که همون گروه های بزرگ فامیلیه تقسیم میشه. بنابر بعضی برآوردها امروزه حدود 1500 اوبا در دشت مغان زندگی میکنن. Amel bir av gördüm ey şıkallıyam bu dağda sayyada mokmiyey men atam indi. Men aşık atam indi düldüle yatam indi namerdi turşede mokmu atam indi. در قسمت بالای روستای آیواسلو گیاه اسفند به صورت فراگیر در اطراف دیده میشه، گیاهی که به قولی بهش میشه گفت گیاه مهاجم. وقتی دامدارها گوسفندها و دامهای خودشون رو در اطراف پراکنده میکنن، تمام علفزارها، تمام علوفه هایی که در اطراف هست خورده میشه و تنها چیزی که باقی میمونه همین گیاه اسفنده. تقریبا گلش شبیه بهار نارنجه، کاملا شباهتش به بهار نارنجه و میشه گفت به هیچ وجه هیچ دامی این گیاه رو نمیخوره و برای همین وقتی مرتع از علوفه های دیگه پاکسازی میشه این گیاه به صورت فراگیر همه جا رو دربر میگیره. Ömrümün son çağıdır bir kuru kalmış nefesim, nefsimi saklamıram, nefsimi saklamıram, gayret uyar aktarırım ama. به زبان ترکی به این فضولات دام ها میگن کرمه و جالبه که در اینجا یک دیوار طولانی از این کرمه ها ساخته شده، دیواری که به عنوان یک حصار برای اطراف دام ها مورد استفاده قرار میگرفته که دام ها رو در اینجا نگهداری کنن. در گذشته ها مردم آذربایجان زیادی این کرمه ها را نشانه ثروتمندی اون افراد صاحب اینها می دونستن، یعنی اون طرف مال زیادی داشت، گوسفند و بز زیادی داشت، دام های زیادی داشت، یک کومه هایی رو از این کرمه ها می ساختن و روش یک آویز اسفند قرار می دادن.
اگر کسی نمیدونست وقتی به چنین موردی برخورد میکرد میپرسید که آیا این کرمه ها جای چشم زدن هم دارن، غافل از این که این کرمه ها نشانه ای بودن از ثروتمند بودن صاحب این کرمه. اینجا قشلاق طایفه آیواتلوه، قشلاقی که الان خالی از سکنه است و حدوداً در اواسط فصل بهار تمام دامدارهای اینجا که از ایل شاهسوند هستند کوچ میکنند به مناطق بالاتر برای اینکه به مرتعهای سرسبز برسند برای چرای دامهاشون. روستایی که الان نه برقی داره نه گازی داره و امکانات حتی اولیه زندگی هم در اون شاید دیده نشه. چون خالی از سکنه هست یک وهم عجیبی داره که آدم فکر میکنه سالهاست کسی اینجا زندگی نکرده. بعد از کوچ طایفه های مختلف عشایر شاهسوند، ظاهر خلوت و عجیب روستاهای قشلاقی که به نظر متروکه میان، همراه با سکوت و آرامش اینجا غیر طبیعی و غیر عادی به نظر میرسه و در بعضی مناطق به حدی این حالت پررنگ و محسوسه که شاید سخت بشه باور کرد که تا چند روز پیش این روستاها سرشار از زندگی و تلاش و تکاپو بودن و در آینده ای نزدیک و بعد از پشت سرگذاشتن فصل گرما ساکنان این روستا دوباره به خونه هاشون برمی گردن. پس از دیدن این روستای قشلاقی کنجکاو شدیم که به ارتفاعات بریم و مکان اتراق طایفه آیواتلو ساکنان اون خونه های خالی رو پیدا کنیم. ده ها کیلومتر از این روستا به سمت جنوب رفتیم و راه های پرپیچ و خم زیادی رو طی کردیم. با جستجوی زیاد نشانه هایی از این طایفه به دست آوردیم، ولی درست در زمانی که به نظر می رسید به هدفمون نزدیک شدیم، جاده بسیار لغزنده و خطرناک امکان پیش رفتن به سمت محل اتراق این افراد رو از ما گرفت و در آخر به دلایل مختلف از این کار منصرف شدیم و سراغ طایفه های دیگه در دامنه های سبلان رفتیم. از بزرگترین و معروفترین ایل‌های ایران شاهسوندها هستند که در مناطق وسیعی از استان‌های مختلف کشورمون پراکنده‌اند.
سال هاست که این ماشین های وانت به مناطق مختلف، به مناطقی که عشایر در اونجا زندگی میکنن سر میزنن و همونجوری که روش هم مشخصه فرش میکوشن به این عشایر. همه فرش هاشون هم مشخصه که باز ماشینیه و در ازای فروختن فرش پول نمیگیرن، یعنی در ازای دادن فرش پول نمیگیرن، گوسفند یا بز میگیرن به جاش. و اینجا هنوز که هنوزه در سال 1397 معامله پایا پای انجام میشه، یعنی جنس میدن و جنس میگیرن. عشایر ایل شاهسوند امروزه از مسیر جاده های خاکی تمام وسایل زندگی و دام و چهارپاها رو با وانت و کامیون هایی که برای این کار تجهیز شدن به مناطق یازلاق منتقل می کنن و در اکثر اوقات از اونجا گله های خودشون رو با پای پیاده تا ییلاق می برن و وسایل و تجهیزاتشون با وانت به اون مکان ها حمل می شه. همین امر سبب شده که بیش از 90% از شترهای خاصی که در طی قرنها ازشون استفاده می کردن کنار گذاشته شده و تعدادشون به حد اقل برسه و شاید با طی کیلومترها راه در مسیر کوچ عشایر و سرکشی به اوباهای این افراد حتی یک شتر هم نبینیم. به نظر می رسه با کنار گذاشته شدن شترها از زندگی ایل شاهسوند قسمت مهمی از تاریخ و گذشته این عشایر داره از بین میره و به دست فراموشی سپرده میشه. به این کوهی که پشت سر من قرار گرفته میگن شوشو باغلار، اسمش از شوشو باغلار و معروفه که روش چند تا عقاب هم هستن. امیدوارم که این عقاب ها رو حداقل این اطرافیان از بین نبرن. احتمالاً عقاب ها بعض وقتا میان مرغ و خروس ها اینجا رو هم فکر میکنم یه دستبردی میزنن و این برای افرادی که اینجا زندگی میکنن یه ذره فکر کنم سنگینه و بعضی اوقات فکر میکنم بخوان این عقاب ها رو هم از بین ببرن. این جاده‌ای که در کنار من هست جاده اصلی نبوده و بحثی که اونجا داشت انجام میشد به خاطر این بودش که از راه اینها، یعنی از مرتع اینها جاده گرفتن، از مرتع حاج محمد جاده گرفتن و چون این جاده داره مرتعشون رو خراب میکنه، قسمت زیادی از این علفزار رو خراب میکنه، بحثی داشتن که نباید از اینجا حرکت میکردن تا بالا. ما دیدیم وانتی که اینجا گذشت تقریبا تا نزدیک اون قله هم رفت و جاده همچنان تا بالا ادامه داره. اینجا ارتفاعات مراتع عجیرلوهاست، در این اطراف پراکندن و گوسفندها دامهاشون رو میارن اینجا برای چرا. تقریبا تا چند روز آینده که هوا گرمتر میشه تمام این مرتع، علفزارهای این مرتع میسوزن به نوعی. همین الان هم تقریبا از رنگ سبز دارن تغییر رنگ میدن، به سمت کرم شدن و قهوه‌ای شدن پیش میرن. علف‌های بزرگ کاملا رنگشون برگشته.
طایفه عجیرلو که در این اطراف پراکندن و دامهاشون رو به چرا میبرن فقط تا چند روز دیگه اینجا میمونن، بعد به سمت بالا کوچ میکنن به مناطق ییلاقی تا از مراتع بالا استفاده کنن، چون اینجا دیگه واقعا بعد از چند روز قابل استفاده نیست و دامهاشون بزرگ گوسفندهاشون دیگه نمیتونن چرا کنن. طبق آمار تخمین زده شده بیش از 2 میلیون رأس گوسفند از گله های پراکنده در دشت مغان و ییلاق شاهسون ها وجود داره که با یک حساب سرانگشتی متوجه میشیم قسمت عمده ای از تولید محصولات لبنی، گوشت قرمز و پشم و چرم در کشورمون از دام هایی که ایل شاهسون پرورش میدن تهیه میشه. شاهسون ها هر سال به صورت عمده فروش دام ها رو از مرداد ماه آغاز میکنن. البته گفته شده که اگه مشتری بخواد در فصل بهار اقدام به خرید گوسفند کنه با قیمت ارزان‌تری قادر به این کار خواهد بود. بیشتر شاهسون‌ها دام‌هاشون رو برای فروش به اردبیل و مشکین شهر منتقل می‌کنن و گاهی هم برای فروش گوسفند‌ها به قیمت بالاتر اونها رو به تهران می‌برن که برای عشایر سود به مراتب بیشتری داره. شاهسون‌ها برای مصرف روزانه از شیر، ماست و پنیر و کشک درست میکنن و موارد بیش از مصرف خودشون به خریدار عرضه میشه. بالاخره رسیدم به زیر قله شوشو باغلار، قله‌ای که میگن روش آشیان عقابه و چند تا عقاب روش زندگی میکنن. میخوام بهش نزدیک بشم ولی میترسم که عقاب‌ها اذیت بشن و یه خورده وحشت کنن، چون احتمالاً جوجه داشته باشن داخل آشیانشون. سعی میکنم که زیاد بهش نزدیک نشم. یه ذره پایین تر از اینجا داخل اون چادرهای برزنتی مثل یک سونای خشکه و هوا به شدت گرمه و غیر قابل تحمل، ولی اینجا چنان باد خنکی میوزه که اصلا آدم احساس بدی نداره. این گرمای شاید پایین اصلا در اینجا وجود نداره. قزقالتال نگذرسن dağlar boynumda, boynumda, ya boynumda kırnam. جذبه و ابهت عقاب‌هایی که بر ستیق شوشو باغلار آشیان دارند همانند نمادی از کوه زیبای سبلان خود نمایی می کنند. عقاب‌هایی که در سراسر این منطقه کوهستانی پراکنده‌اند و به سان نگهبان‌های تیزبین به نظر دارن از این کوه حراست می کنند. چرپه گردیم آناسلی، چرپه گردیم آناسلی، دغلار قوینوم ده قوینوم ده یا قوینوم ده یا قوینوم ده دهنم. درست در روبروی من قله بسیار با ابهت و پرجذبه سبلان قرار داره
قله زیبایی که خیلی از کوهنوردها آرزوشون رسیدن به بالای اون قله و پا گذاشتن بر روی بام اون قله هست. قله‌ای که مردم بومی اینجا خیلی خیلی با احترام باش برخورد میکنند و خیلی این قله رو دوست دارن و همیشه توی اشعارشون، توی افسانه‌هاشون از این قله اسم میبرن. در تمام استان اردبیل قله سبلان به مانند نگینی زیبا و با ارزش در میان چند شهر خودنمایی میکنه و عشایر شاه سبن از همه طرف به سمت این قله و مراتع و کوهپایه‌های اون کوچ میکنن. هر سال عشایر از سمت شمال این کوه، از دشت مغان و مشکین شهر، از سمت شرق، از اردبیل و عشایری که در قشلاق‌های اهر و هریس ساکنن، از غرب و سرابی‌ها هم از جنوب به سمت این نگین بی‌نظیر مسافت‌های زیادی رو در مسیر سخت کوهستانی پیش میرن تا به چراگاه‌های سرسبز اون دسترسی پیدا کنن. Samalanın sultanın himmetli kahramanın sonra sara boğuna gelince kan çoğanın koyma sara boğuna gelince kan çoğanın. Ben Hacı Mehmet Fuhmen'e diriyorum. Dedemin adı Hacı Ali Fuhmen'di. Nam pederim Hacı Ali Fuhmen Azirlu. Özümüz de tayfeyi Azirlü'den ik. Hacı Muhammed Fuhmen Azirlu ismi خودشونه و اسم پدرشون Hacı Ali. Hacı Ali Fuhmen. Hacı Ali Fuhmen Azirlu ki اینجا yaylağış, yazlağ اینجا. Yazlağ اینجا yazlağ. Yazlağ. Yazlağı bağlar. Bağ. İsmi bağlar. اینجا قبلن bağ بوده درست. قبلن bağ بوده. قبلن از اینجا روستا بوده آبادی. آها، یازلاق به جایی میگن که در فصل بهار در اونجا میمونن. بعضی ها به اشتباه یازلاق رو ییلاق معنی میکنن و بعضی وقتا به اشتباه کلمه ییلاق رو برای یازلاق استفاده میکنن، ولی یازلاق جاییه که در فصل بهار حدوداً از اردیبهشت تا خرداد رو در اینجا میمونن و بعد از خرداد میرن به مناطق مرتفع‌تر که اونجا مرتع بهتری داره و آب و هواش نسبت به اینجا خنک‌تره. الان تقریبا بعضی از جاهای ییلاق هنوز درش برف هست. بیشتره، بیشتر برفه. برفه. بیشترش برف. بیشترش بس برف. تا چند روز دیگه؟ 15 روز بعد برف. کمتر میشه. شما کی باید برید بالا؟ هم 15 روز دیگه؟ 20 تابستان. آه، 20 تیر ماه حدوداً. هنوز حاج محمد میگن که اون بالا برف هست و 10 تا 20 تیر ماه وقت کوچشونه به منطقه ییلاق، یعنی از یازلاق منطقه کوچ بهاره میرن برای کوچ تابستانه تا آخر شهریور بیمانم آنجا. اونجا آب و هواش دیگه خیلی عالیه. خیلی سرده. سرده. خیلی سرده. برای ما سخته. نه، خیلی سرده. بعد حاج محمد از اونجا مثلا به منطقه 1000 متر اونورتر، 500 متر اونورتر میرن یا فقط یک جا میمونن؟ درست یک جا. یخ. جا به جای. جا اون بالا ییلاق هم پس جا به جا میشن. آره، مثل جاهای دیگه است. جاهای دیگه رو جا به جای. همه حد حدود دارند. درسته. چند تا طایفه اون بالاها اطراف شما هستن؟ همه طایفه استان اردبیل. اسم طایفه ها چیه بعضیایی که شما میدونید؟ الان شما اجیرلو هستید. مغانلو هست. کیلو دره. مغانلو. قورتلار، دمیرچیلی. دمیرچیلی. قوجابیلی. تقریبا تکله. همه میرن. همشون هم مرزاشون با جای دیگه اطراف سوالان، دور سوالان. دور سوالان. دور سوالان تا اهر سراب اردبیل مشکین. از قدیما بگین حاج محمد. قدیما دا اله اونطور میشی ولی با شتر حرکت میکنه. آره. قدیما. راه شتر هم دیدیم ما. راه شتر. بو ماشین یولو تیزه چکیلیب.
15 yıl olar. Şütür nə gələr? 15 ya 20 sali. Əvvəl inqilabdı. İnqilabdan sonra bu işlər başa gəldi, bura yol gəldi. Bura biz dəvə ilə gələrdik. Burada kapsul qaz olmazdı, neft kəm olardı. Burada odun yığıb yandırardıq gəvənlə. Çörəyi evdə bişirərdik sacda. Sacda bişirərdik. Sacda bişirərdik. Şəhərə gedib gəlmək çox çətin olardı. İndi hər gün gedirik şəhərə, 2 saatdan sonra gəlirik. Hər nə mənə şəhərdə var, gətiririk bura. حاج محمد میگن که از اوایل انقلاب به این ور که نفت کم بوده، کپسول گاز اصلا نبوده، ولی از انقلاب به این ور یه ذره این چیزا بیشتر شده و مثلا قبلا به جای گاز و نفت از بوتهای گون استفاده میکردن برای درست کردن آتیش و روش و ساج، یه سینی مانندیه که روش میذارن و روی اون نون درست میکنن. قبلا اینطوری بوده و الان چند سالیه که همینطوری داره هی عوض میشه، حدودا 30-40 سال اخیر، و هر روز باز تکنولوژی بیشتر میاد. الان به جای مثلا بوتهای گون دارن از گاز استفاده میکنن، بعضی وقتا هم هیزم رو از پایین با ماشینای وانت به بالا میارن برای استفاده خودشون دیگه. این اطراف سعی میکنن از بوتهای گون هم استفاده نکنن، چون بوتهای گون انقدر با ارزشه که الان این اهالی هم متوجه چنین چیزی شدن و بوتهای گون رو خیلی هاشون دیگه آتیش نمیزنن. با شتر و قاطر و اینا هم بوده، اسب و قاطر داشتید و شتر دیگه؟ قاطر نه، شتر و اسب. اینجور که من اطلاع دارم بیشتر اسب ها برای تاخت و تاز و مراسم عروسی و این کارها بوده یا سواری های خودشون بوده، ولی برای حمل و نقل از شتر استفاده میکردن. چند سال دیگه شتر ندارین؟ 25 سال. 25 سال شتر دیگه نداره. 25 سال چه؟ 20 سال و 25 سال شتر کم اولدو داشت. شتر الان هیچ جایی ندارن؟ کم دارند. هنوز پس بعضی جا هست. جا هست. باز خدا رو شکر که هنوز کامل از بین نرفته. این آلاچیقتون مال چند سال پیش حاج محمد؟ این آلاچیق منم سنیمنده. تقریبا 60 سال، 65 سال. 65 ساله که این آلاچیق درست کرد. آلاچیق. بعد پدر مادرتون از همین؟ پدر مادرم از اینجا. من بالاچیق ایچینده آنادان اولموشم. میفرمایند که من خودم در شهریور ماه در همین آلاچیق، ولی در منطقه ییلاقی به دنیا اومدم. ولی خب نمدش و اینا انقدر عمر نمی کنن. مثلا حدودا 15 سال باید این نمده رو عوض کنن. و ولی چوب هایی که در اینجا هست، این چوب ها مال همون حدودا 65 سال پیشه. خودشون هم 65 سالشونه و آلاچیق هم سن و سال خودشون است. این آلاچیق رو بهشون دادن و وصیت کردن که مادرشون وصیت کرده که این آلاچیق رو هر سال برپا کنه و ایشون ازش محافظت کنه. الان جای دیگه کجا اینو درست میکنن؟ هنوز هست؟ هنوز اردبیل. پس درست میکنن؟ درست میکنن. آه خدا رو شکر هنوز که هستن. در این اطراف نژادهای مختلف گوسفند وجود داره، ولی خب نژاد اصیل به نژاد مغانی معروفه و تنها کسی که این نژاد رو الان داره و نژادهای دیگه داخلش نیومدن، تداخل نژادی به اصطلاح انجام نشده، گوسفندای حاج محمد هستن و خیلی هم تعصب داره که این نژاد مغانی رو حفظش بکنه. حالا چی شد که نذاشتین مثلا نژادهای دیگه با هم دیگه قاطی بشن؟ مغانی یخشیده، مغانی 40 درجه زیر صفره. تابو بار 40 درجه بالای صفره تابو بار. میفرمایند نژاد مغانی خیلی مقاومت داره در هواهای مختلف، یعنی 40 درجه زیر صفر و 40 درجه بالای صفر، یعنی 80 درجه نوسان هوا رو میتونه تحمل کنه.
خیلی نژاد پس خوبیه دیگه. نژاد خوبه، مقانه نژاد خوبه. چقدر خوب که واسه نگهش داشت. نه مقانه قوینو سوزدوغا دا تابو چوختو. Ac qalmağa da tabu çoxdur. Yol getməyə də tabu çoxdur. می‌فهمم که توی مسافت‌ها و راهپیمایی‌های خیلی زیاد مقاومتشون خیلی بالاست و در کم علف بودن مراتع هم باز میتونن طاقت بیارن و همچنین در کم آبی هم باز مقاوم هستن، یعنی نژاد خیلی خوبیه دیگه. حاج محمد، ما الان که اینجا اطراف بودیم تو این چند روزی داریم میبینیم که خیلی از کسایی که دارن میرن بالا با کامیون حمل و نقل میکنن. نه یایلاقتا کامیونا گلمیر، یایلاقتا آیاقلا گتیریک، مقاندن کامیونا گتیریک، مشکیندا تکوریک، دامنه سبلاندا تکوریک، دامنه یایلاقلاردا تکوریک. میفهمین که قدیم آیاقلا گلردیک 15 گون 10 گون مقاندن یایلاقا 10 گون 15 گون yol gələrdik. Sonra maşınla gəldik. Maşın da elə inqilabdan sonra maşınla gəldik. Məfəhəm ki, kamyonlar ta balə yelah ki, nəmitən bərən. Nə, pay damənə miyan və husanlə hələ piyadə məkənən və əşəyər ba pay piyadə miyan. Məfəhəmən, az Moğan ta yelah hududən 10 ta 15 rüz miyaz dər rah başan, çə qədəm səxt bu. ولی الان دیگه با کامیون میان و خیلی از گوسفندها و تجهیزاتشون رو میارن تا پای دامنه و از اونجا دیگه کوچ میکنن و به سمت بالا میرن. هر گون بالاسیقی تیکردیک. هر گون گون ارتیه ساق یول گلردیک، بالاسیقی تیکلردیک. الا بو جور ایچینده چورک پیشردی سازنا. یقشتیرردیک سهر گنه کچیب گیدیک بزوانه تیکردیک. حاجی میفرمایند که بعضی روزها 10 کیلومتر و بعضی روزها اگر آب و هوا خوب بود و شرایط مهیا بود تا 25 کیلومتر، حتی 30 کیلومتر. حتی 30 کیلومتر. خیلیه، تا حتی 30 کیلومتر رو از کله سحر قبل از اینکه خورشید طلوع کنه دیگه، یعنی تو تاریکی حرکت میکردن و تا اونجایی که میتونستن به مناطق بالاتر میرفتن و هر جایی هم که قرار بود اتراق کنن آلاچیق رو برپا میکردن و استفاده میکردن به همین شکلی که الان میبینید، تقریبا به همین شکل، و دوباره آلاچیق جمع میشد میرفتن به مناطق بالاتر. بله. سریع هم آلاچیق برپا میشه دیگه. سریع. یارم ساعت چشمش. چون یکی از خصوصیاتش اینه که خیلی سریع برپا میشه. 3 نفر اوسه 3 ده بیلسه آلاچیقی یارم ساعت تیکیلر یارم ساعت سکیلر. چقدر عالی. میفرمایند که اگر 3 نفر خبره بخوان آلاچیق رو برپا کنن در عرض نیم ساعت میتونن این کار بکنن و در عرض نیم ساعت هم برشیده میشه، خیلی خیلی سریع برپا میشه، خیلی سریع هم برشیده میشه که بتونن به کوچشون ادامه بدن. و توی فصل سردتر مثلا الان یه ذره بالاتر ییلاق خیلی سرده دیگه، میفرمایند الان برفه، اینها مقاومتشون در مقابل سرما هم خیلیه دیگه. بله مقاومت سرما حتی یارم متر آسمون üstüne قار düşer. Onu çıxarlar, üstünə çıxarlar, kürəklə kürüb tökərlər yerə. Həmən bəz yol alaçığın üstün kürüyüb, qarın yerə töküb, söküb dəvəyə çatıb getmişik. Çıxıb ali, yəni nim metr bərf əgər biyad balayı alaçıq beşinə, baz həm müqavəmə və bənəzərəm bə xatırə şəkil xas və məmari xəli vəyəşə ki, in qoğuzhayı ki balaş mibinim, inha xəli müqavəmət məkənən و نیم متر برف رو هم تحمل میکنن. بعد میفهمن که میرفتیم نیم متر برف رو هم پارو میکردیم و میموندیم، یعنی مشکل خاصی ایجاد نمیشده. به نسبت حتی این نایلون ها هم که اضافه شده، مثلا خیلی چیزهای دیگه که جدید اومده داخل این آلاچیق، باز این آلاچیق نسبت به جاهای دیگه که ما رفتیم خیلی خیلی اصیله و این وصیتی که بهشون شده به نحو احسن دارن همون وصیت رو اجرا میکنن و خیلی خوب نگهداری میکنن از این آلاچیق. هر سال برپا میشه اینجا و از یازلاق به ییلاق هم که میرن دوباره اونجا برپا میشه و بعد از کار برشیده میشه و خیلی خوب نگهداری میشه. دست شما درد نکنه حاج محمد، خیلی هم عالی. ما امیدوار میشیم افرادی مثل شما رو میبینیم که امیدوار میشیم این اصالت هایی که از این همه سال گذشته به ماها ارث رسیده همچنان پا بر جاست و همچنان ازشون محافظت میشه. دست شما درد نکنه. الله این آقا ماست. من میزم برشون. دست شما درد نکنه. ببخشید. بیرم آروشتا. دست شما درد نکنه. این لباس دیگه لباس محلی. لباس محلی قدیم اشاعره. آفن که هنوز هست این لباس ها. الان فرزندان هاش خانوم هستن که اینجا چوپان شما، درسته؟ بله بله. اینا اینجا میمونن؟ میمونن. همیشه میمونن.
چه عطر خوبی داره لیمو امانیه توش، درسته؟ جانم عشایر شاهسوان برای افراد مسن احترام زیادی قائلند و این احترام و اکرام بزرگترها دارای رسم و آداب ویژه‌ایه. مثلا برای شروع کوچ نزد افراد بزرگتر میرن و از اونا کسب اجازه میکنن. Lay lay, kolum kanatım lay.